زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در سفر به کابل با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه درباره برگزاری نشست موفقانه استانبول و نیز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفتگو کرده است. او پیشتر در تاشکند در دیدار با وزیر خارجه ازبکستان گفته است که تمامی طرفها باید از تلاشها برای رسیدن فوری به یک راه حل سیاسی در افغانستان پشتیبانی کنند. اما شماری سیاستگران باور دارند که روند صلح افغانستان مسیر درست را نمی پیماید. فعلا به طرف خوبی نمیرند. چرا؟ اما اختیار اما مسیر در دست خود مردم ما شما نیست. اختیار در دست دیگر است. اونا کسایی هستند که اما صلح جنگ افغانستان رقم میزنند. همزمان با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، رئیس جمهور غنی دیدارهایی را با شماری از چهره‌های سیاسی، بازرگانان و افراد با نفوذ آغاز کرده است. هدف از این دیدارها برنامه‌ریزی برای سالهای پس از خروج نیروهای خارجی و نیز تلاش‌های واحد برای صلح گفته شده است. برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار با شخصیت‌های جهادی و سیاسی دیدار و تبادل نظر نمود. موضوع ایجاد اجماع سیاسی و تلاش برای این که تا این اجماع سیاسی به اتحاد سیاسی ملی تبدیل گردد. اما چرا تلاش‌های حکومت برای دستیابی به یک اجماع سیاسی در مسائل کلان کشور همواره با ناکامی روبرو می‌شود؟ ما شاهد تلاش جدی و اراده مستحکم برای به میان آوردن اجماع سیاسی یا حداقل نزدیکی دیدگاه‌ها و اتفاق نظر در میان شخصیت ها و جهت های مؤثر سیاسی این طرف خط صورت نگرفته است. اجماع داخلی در صف جمهوریت در شرایط کنونی به خاطر حیاتی دانسته می شود که کشورهای خارجی مسئولیت رسیدن به یک توافق سیاسی با طالبان را از مسئولیت های خود افغان ها گفتند. آن هم در اوضاعی که ظاهرا طالبان به این زودی مایل به یک توافق سیاسی با صف جمهوریت نیستند.